با درود به همه بیننده های عزیزم آدریان هستم با آشپزخونه من خوش اومدین امروز میخوایم با هم یه دسر ترکی درست کنیم به نام سلطان لکوم یا لکوم رولی مواد اولیه آرد سفید 150 گرم شکر 200 گرم پودر نارگیل به مقدار نیاز کره یه قاشق غذاخوری پودر پسته یا پودر گردو به میزان لازم شیر 900 میلی لیتر خامه قنادی به مقدار نیاز در ابتدای کار ظرفی رو در نظر میگیریم که من از سینی فر استفاده کردم ظرفتون اگر مستطیل باشه بهتره مقدار پودر نارگیلی که داریم رو کف ظرفمون پهن میکنیم و کامل کف ظرفمون رو باید پودر نارگیل بپوشونه بعد از اینکه این, کار رو انجام دادیم میذاریمش کنار ادامه کار رو با هم میبینیم مقدار شیر، شکر و آردی که داشتیم رو داخل قابلمه ای میریزیم مواد رو کامل با همزن دستی مخلوط میکنیم رو حرارت گاز قرار میدیم بعد از زمان ده دقیقه مقدار کرهی که داشتیم رو اضافه میکنیم و اجازه میدیم مایه شیرمون به قلزر برسه و شبیه به فرنی بشه بعد از این زمان حرارت زیر گاز رو خاموش میکنیم و ادامه کار رو با هم میبینیم 10 تا 15 دقیقه زمان میبره تا مایه شیرمون به این صورتی که دارین میبینین میشه مقدار شیری که استفاده کردیم 900 میلی لیتر معادل 4.5 پیمان شیره حتما بعد از اینکه مایه رو قرار دادین روی حرارت باید مدام هم بزنین تا مایه ته نگیره و اگر دوست داشتین تو این مرحله میتونین برای خوشبو کردنه مایه شیرمون از مقداری وانیل هم استفاده کنید. مرحله مایه شیرمون رو به آرومی روی پودر نارگیر پخش میکنیم. خب همونطوری که دارین میبینین کامل مایه رو روی پودر نارگیل پخش کردیم به کمک کاردک و به آرومی باید این کار رو انجام بدین اجازه میدیم این مایه کاملا خنک بشه و ادامه ای کار رو با هم میبینیم بعد از اینکه لایه دوم ما خنک شد خامه که داشتیم رو, رو روی این لایه کاملا پهن میکنیم در مورد خامه خامه رو میتونید از لوازم قنادی تهیه کنید مقداری که سطح لایه دوم رو بپوشونه خامه کافیه. سسی نداشتی به لوازم قنادی که خامه آماده رو تهیه کنید. میتونید پودر خامه رو از فروشگاه تهیه کنید که طرز درست, درست کردن این خامه روی این پاکت کاملا توضیح داده شده. حالا به کمک یه چاقو برش میدیم سطح دسرمون رو اول به صورت یه به اضافه و بعد به این صورتی که در این میبینی کمک کاردک یه, یه چاقو ابتدای دسترمون رو بلند میکنیم و به کمک همین چاقو یا کاردک یا هر وسیله که استفاده میکنیم این لایه رو به صورت رول در میاریم صورتی که دارین میبینین تمام این لایه ها رو به آرومی رول میکنیم لایه ها رو کامل رول میکنیم و ادامه کار رو با هم میبینیم دسر ترکیه سلطان لوکوم ما حاضر شد بعد از اینکه رول کردین از پودر پسته یا پودر گردو میتونید برای تزین روی دسر استفاده کنید حدود یک ساعت بعد این دسر توی یخچال بمونه و باید سرد سرو بشه این دسر رو موقع رول کردن به خاطر اینکه کمی این, کم این دسر نرمه به مشکل بر نمیخوریم و خیلی راحت رول میشه برای انتقالش هم از سینی به ظرف مورد نظر یه وسیله استفاده کنید که خیلی راحت بتونید این کار رو انجام بدین حتما این دسر خوشمزه رو درست کنید نظراتتون رو برای من کامنت کنید و به اشتراک گذاری ویدیوهام رو فراموش نکنید مرسی که تا به اینجای برنامه همراه هم بودین تا یه برنامه دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم بدرود